سلام دوستان، به کانال خالص لیما خوش اومدین. امروز با آموزش کته سبزی پلو با تون ماهی در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. تون ماهی یک قوطی، سبزی پلو 300 گرم. من چون سبزی پلو ما یه روز قبل گرفته بودم، پاک کردم شستم به خاطر اینکه خراب نشه، تو فریزر گذاشته بودم، ولی سبزی پلوم تازه. سبزی پلوم شامل گشنیز، جعفری، شوید، سیر تازه و ترس. پیاز 1 عدد، نمک و فلفل و زردچوبه و زعفران دم کرده به مقدار لازم. برنج 4 پیمانه، من برنجم رو شستم ولی آبش رو نریختم، اینجا گذاشتم. بادامون رو خلالی متوسط خرد میکنیم. این غذا سریع آماده میشه و خیلی هم خوشمزه است. به این شکل مقدار توی قابلمم روغن ریختم و پیازامون رو اضافه کردم. اجازه میدیم که پیازامون طلایی بشه. حله سبزیمون رو اضافه میکنم. سبزیمون هم یه تخته کوچیک میدیم. سبزیمون هم تقریبا تفت خورد، یه مقدار ادویه اضافه میکنم. فلفل و یه مقدار هم زردچوبه. نمک دیگه، نمک رو خودتون میدونید، به حدی بریزین که نمکش اندازه باشه. برنجمون هم با سبزیم یه تفت کوچیک میدم. وقتی میخواییم کته درست کنیم توی روغن برنج رو تفت میدین، هم خیلی خوشمزه تر میشه، هم جلوگیری از خمیر شدنش میکنه. من برای 4 پیمونه برنجم 6 پیمونه آب اضافه می کنم. اگر دیدم کم بود، موقعی که خواستم بکشه میتونیم یه پیمونه دیگه اضافه کنیم، ولی اگر کم نبود با همون مقدار اجازه میدیم که برنجمون دم بکشه. من ماهی رو مرحله‌ای که آب برنج داره خوش میشه، تو اون مرحله اضافه میکنم که تون ماهیمو خورد نشه. اجازه میدیم که بجوشه. آب برنج ما تقریبا تموم شده. تو این مرحله ماهیمون رو اضافه میکنیم. خیلی آروم باید هم بزنیم که تیکه های ماهیمو خورد نشه.�
زعفران هم اضافه میکنم. اجازه میدیم که آبش خوش بشه و دم بذاریم. کته سبزی پلو با تون ماهی ما آماده شد، سرفش میکنیم. عطر بوی بسیار عالی داره. غذای بسیار ساده و خوشمزه و خیلی هم زود آماده میشه. کته سبزی پلو با تون ماهی ما آماده شد. این غذا بسیار ساده و سریع آماده میشه و در این سادگی بسیار خوشمزه است. توصیه میکنم حتما این غذا رو درست کنین، در کنار خانوادتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری یادتون نره. تا برنامه آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.